شکر. میخوام یکم در مورد کار صحبت بکنم. خدا فیض داد امروز الان 10 دقیقه رفتیم تو شنبه 3 آگوست، 3 آگوست، 12:10 شب هست، سر کار هستم. میخوام یکم در مورد کار با هم صحبت کنیم. پولس اشاراتی به این موضوع در کتاب مقدس داره، مخصوصا صریح‌ترین اشاره‌ای که در کتاب مقدس به کار شده اینه که اگر کسی کار نمیخواد بکنه نان هم نخوره. این یک واقعیته برادر و خواهر. اگر میخواییم تنبلی و تنپروری بکنیم پس نان هم نباید بخوریم، شایسته نان خوردن نیستیم. ما شاهد اون هستیم عده‌ای سوء استفاده هایی از این موضوع کردن و تمپری، تمپروری، بی حاصلی، بی عملی رو نمونه و عمل خود قرار دادند و این رو اشاعه میدند. نه عزیزم، خود پولس که اعلام میکنه رسول عیسی مسیح و توسط خود عیسی مسیح به عنوان رسول انتخاب شده، شاهد اون هستیم که خیمه دوزی میکنه. کار پولس کار بشارت دائمی بوده، خدمت دائمی برای عیسی مسیح. او با پرسکلو و اکیلا که از روم آمده بودند خیمه دوزی میکنه، کسب درآمد میکنه، میگه من بار روی کسی نمیگذارم. پس ببینیم چقدر مهم این موضوع، موضوع کار. پس عزیزان دقت بکنیم چقدر نیاز هست. من اشارم به کسانی نیست که نمیتوانند، جویای کار هستند ولی نمیتونن کار پیدا بکنند. آنها حسابشان مجزاست. اما کسانی که این زمینه رو برای کار دارند ولی عمدن تعمد میکنند، آنها عمل و فکرشان زیر سوال از دیدگاه کتاب مقدس. چه خوب شاعر میگه که نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزد آن گرفت که جان برادر که کار کرد. پس دوستان من بسیار مهم هست این موضوع. بیکاری سبب خیلی از گناهان در زندگی ما خواهد شد. اینو به جد میگم، شاهد اون بودم و دیدم. پس ای دوستان از هر فرصتی استفاده بکنیم برای اینکه یک کار مناسب داشته باشیم. حالا این کار میتونه در هر زمینه ای باشه، کسانی که درس میخونن به یک نحوی کار میکنن. به هر حال فکر کسی که عمدن و تعمدن و با پیش زمینه ساکنه خواهد گندید. خدا رو شکر میکنم. فقط میخواستم همین رو با شما در میان بذارم عزیزان. خیلی بریک تایم هستم، باید برگردم سر کار. هاوری برا نمیدونم. به هر حال در هر صورت فقط این نیاز رو دیدم که اعلام بکنم خدمت دوستان من. از همه شما پوزش میخوام، از من نرنجید. موضوع مهمی بود، خواستم با شما در میون بذارم. خیلی دوستتون دارم، همه شما رو عاشق همه هستم، ولی گناهان هیچ کس رو نمیپذیرم به هیچ عنوان. این هم یک خطا و اشتباه و یک گناه، تعمدن و عملن کار نکردن، بی حاصل بودن. مثل آن کسی هست که مسیح قنطارهایی میسپره به افراد. ما باید قنطارهای خودمون رو استفاده کنیم دوستان. اگر قنطارهای خودمون رو در زمین پنهان بکنیم
بدون شک قنطارهایی که پنهان شده رو که به ما داده شده اون هم از ما گرفته خواهد شد. این رو یقین بدانید. شکر میکنم برای وجود همه شما. خداوند عیسی مسیح به همه ما قوت بده که فکر او رو داشته باشیم، با پوری روح القدس جلو بریم و محبت خدای پدر در قلبهای ما باشه. شکرگزارم برای همه چیز، سپاسگزارم که با من بودید. شب همگی خوش، دوستتون دارم.